اینجا رادیوی ایراواست. آوای ما را از ایستگاه CHUO موج اف ام ردیف 89.1 و از سایت اینترنتی CHUO.FM میشنوید. ایراواز انگلیش ادیشن will begin at 3:45 today and every Sunday on this station. ای ایران، ای مرز برگر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ایمانان، جان من فدای خاک پاک میانم، مهر تو چون شد پیشم، ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. با درود بر شما شنوندگان گرامی رادیوی ایراوا، نرگس هستم و برنامه امروز یک شنبه 22 بهمن ماه 1391 برابر با 10 فوریه 2013 رو ضمن محکوم کردن حمله موشکی به ساکنین بی سلاح و بی دفاع لیبرتی و با گرامی داشت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 57 آغاز میکنیم. سی و چهار سال پیش در چنین روزی مردم ایران موفق شدند رژیم سلطنتی را سرنگون کنند. روزهای 21 و 22 بهمن با شورش همافران در پادگان مرکز فرماندهی نیروی هوایی ایران و در شرایطی که خمینی تا آخرین لحظه با قیام مسلحانه مردم مخالفت می‌کرد، پادگان‌ها و مراکز نظامی رژیم شاه یکی پس از دیگری توسط مردم مسلح و هواداران سازمان‌های انقلابی سقوط کرد. فروغ فرخزاد در 24 بهمن سال 1345 در یک سانحه رانندگی درگذشت. فروغ متولد 8 دی 1313 در تهران بود و در طول عمر کوتاهش 5 دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه‌های قابل توجه شعر معاصر فارسی به شمار می‌روند. فروغ با مجموعه‌های اسیر، دیوار و اوسیان کار خود را آغاز کرد. در سال 1337 سینما توجه او را جلب کرد که در این مسیر با ابراهیم گلستان آشنا شد و این آشنایی مسیر زندگی فروغ را تغییر داد. فروغ در سال 1341 فیلم خانه سیاه است را در آسایشگاه جزامیان بابا باقی تبریز ساخت و در سال 42 در نمایشنامه 60 شخصیت در جستجوی نویسنده بازی چشمگیری از خود ارائه داد. در زمستان همان سال خبر رسید که فیلم خانه سیاه است برنده جایزه نخست جشنواره اوبرهایزن شده و در سال 43 به آلمان، ایتالیا و فرانسه سفر کرد و سال بعد در دومین جشنواره سینمای مؤلف در پزارو شرکت می‌کند که تهیه کنندگان سوئدی ساختن چند فیلم را به او پیشنهاد می‌دهند و ناشران اروپایی مشتاق نشر آثارش می‌شوند. پس از این دوره وی مجموعه تولد دیگر را منتشر کرد که اشعار وی در این کتاب تحسین گسترده‌ای را برانگیخت. پس از آن مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد را منتشر نمود. فروغ فرخزاد در روز 24 بهمن 45 بر اثر تصادف هنگام رانندگی با اتومبیل شخصیش در تهران جان باخت. جسد او روز چهارشنبه 26 بهمن با حضور نویسندگان و همکارانش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. آرزوی فروغ از زبان خودش: آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آنها با مردان است. من به رنج‌هایی که خواهرانم در این مملکت در اثر بی‌عدالتی مردان می‌برند کاملا واقف هستم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آنها به کار می‌برم. میهمان امروز رادیو ایراوا آقای رضا شمس هستند که پس از بخش خبر در خدمت ایشان خواهم بود. اینک نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. کمپ لیبرتی بامداد روز شنبه مورد حمله موشکی خمپاره قرار گرفت و ده‌ها کشته و مجروح بر جا گذاشت. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه‌ای به تاریخ 21 بهمن برابر با 9 فوریه اعلام کرد که ساعت 5:45 دقیقه بامداد روز شنبه به وقت محلی کمپ لیبرتی مورد تهاجم موشکی و خمپاره‌ای قرار گرفت. در جریان این حمله موشکی 6 تن کشته و بیش از 100 تن مجروح شدند. حال مجروحین وخیم گزارش شده بود. در اطلاعیه شماره 1 آمده بود که هیچ کمک‌رسانی و آمبولانس
برای حمل مجروحین وجود ندارد. جنراتور کلینیک عراقی هم مورد اصابت قرار گرفته و برق آن قطع شده و هیچ کارایی ندارد. 3100 تن از ساکنان اشرف سال گذشته به کمپ لیبرتی منتقل شدند. ساکنان و نمایندگان و وکلای آنها روزهای پنجشنبه و جمعه نسبت به یک قتل عام دیگر توسط رژیم ایران و نیروهای عراقی هشدار داده بودند و برای چندمین بار از دبیرکل و مقامات آمریکایی خواهان بازگشت به اشرف شده بودند، جایی که دارای ساختمان‌های سیمانی و سنگر و پناهگاه‌هایی است که خودشان ساختند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در دومین اطلاعیه خود در روز شنبه اعلام داشت که نخست وزیری عراق به نیروهای عراقی دستور داده است تا مانع انتقال مجروحان به بیمارستان‌های بغداد با خودروهای معدودی که ساکنان از اشرف با خود به لیبرتی برده اند می‌شوند. این در حالی است که بیش از 50 مجروح وجود دارد که حال برخی از آنها وخیم است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت اسامی کشته شدگان را بدین قرار اعلام نمود: پوران نجفی، یحیی نظری، اکبر عزیزی، مصطفی خسروی، مهدی عابدی و هادی شفیعی. این اطلاعیه افزود که مجروحان بیشتری در معرض شهادت قرار دارند. در اطلاعیه شماره 15 دبیرخانه شورای ملی مقاومت آمده است که کارشناسان نظامی عراقی که بعد از ظهر شنبه 21 بهمن از لیبرتی بازدید کردند، محل اصابت 38 فروند موشک 107 میلیمتری را شناسایی کرده که 5 فروند آنها منفجر نشده و در کمپ باقی مانده است. موشک های منفجر نشده یک تهدید جدی برای جان ساکنان است. این اطلاعیه افزود به قرار اطلاع 60 موشک دیگر آماده شلیک به لیبرتی در نزدیکی این کمپ یافت شده است و نیروهای امنیتی عراقی نیز در ساعت 10 صبح روز شنبه، ساعت‌هایی پس از حملات موشکی علیه کمپ لیبرتی، این موشک‌ها را رویت کردند. مساحت کمپ لیبرتی 1/82 کمپ اشرف است و با توجه به اینکه هیچ ساختمانی در آن وجود ندارد، به شدت آسیب پذیر می باشد. همچنین لیبرتی در قلب یک منطقه نظامی قرار دارد که بدون هماهنگی با حکومت عراق برای هیچ کس قابل دسترسی نیست. 8 کاروان که در سال 2012 از اشرف به لیبرتی منتقل شدند، قبل از ورود به لیبرتی در 7 نقطه متوقف و با انواع تجهیزات و یگان سگ‌های پلیسی بازرسی می‌شدند. در مارس گذشته وقتی لیبرتی برای نخستین بار هدف اصابت ای خمپاره قرار گرفت، شورای ملی مقاومت ایران هشدار داد که این مکان از هیچ امنیتی برخوردار نیست. متعاقبا ماموران نخست وزیری عراق حتی دیوارهای سیمانی حفاظ بنگال‌ها را هم برداشتند و اعتراض‌های ساکنان به کوبلر و یونامی به جایی نرسید. حمله موشکی به ساکنین لیبرتی در رسانه‌های جهانی نیز انعکاس گسترده یافته است. از سوی دیگر، بانکیمون دبیرکل ملل متحد، آنتونیو گوترز، کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، وزیر خارجه ایتالیا، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه نروژ، طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهور عراق، مقامات کشوری و دولتی، شخصیت‌های سیاسی و حقوقی و سازمان عفو بین‌الملل حمله موشکی به ساکنین لیبرتی را به شدت محکوم کردند. همچنین احزاب و سازمان‌های سیاسی ایرانی نیز از جمله سازمان چریک‌های فدای خلق، حزب سبزهای ایران، سازمان خبات کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان، کوموله و غیره حمله موشکی به لیبرتی را محکوم نمودند. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، از بانکیمون، دبیرکل ملل متحد و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، خواستار بازگرداندن ساکنین لیبرتی به اشرف شد. در اعتراض به حمله موشکی به لیبرتی در شهر اوتاوا روز گذشته، ایرانیان در مقابل سفارت آمریکا در این شهر دست به اعتراض زده و با شعارهایی تعهدات آمریکا در قبال ساکنین لیبرتی را گوشزد کردند. آنان خواستار حفاظت آمریکا از جان ساکنین باقی‌مانده در لیبرتی شدند. در خبر دیگر و بنا به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت، 21 بهمن مارتین کوبلر، نماینده دبیرکل ملل متحد، به جای بازدید از آثار حمله موشکی و دیدن مجروحان و کشته شدگان در داخل لیبرتی، از نمایندگان ساکنان خواست به ملاقات او در محل کمیساریا بروند. محل کمیساریا در 2 کیلومتری لیبرتی واقع شده است. پس از اصرار ساکنان برای آمدن به داخل کمپ، وی به بهانه حفاظتی از این کار خودداری کرد. این اطلاعیه افزود کوبلر که با وجود شمار زیادی محافظان مسلح از حضور نیم ساعته در لیبرتی وحشت دارد، همان کسی است که با فریبکاری و دروغگویی سیاست دولت عراق و رژیم ایران را برای بی‌خانمانسازی ساکنان به اجرا درآورد و 3100 پناهنده سلاح را به صورت متراکم به زندان لیبرتی که مساحت آن 80 بار کمتر از اشرف است فرستاد. پس از 15 ماه تجربه تلخ و خونین و آکنده از فریبکاری و تقلب، ملاقات و گفتگو با کوبلر برای پناهندگان و مقاومت ایران دیگر موضوعیت ندارد
و نتیجه جز تشدید محدودیت و سرکوب و خونریزی مجدد نخواهد داشت. شورای ملی مقاومت ایران از دبیرکل ملل متحد می‌خواهد یک نماینده بی‌طرف برای به عهده گرفتن پرونده اشرف و لیبرتی تعیین کند. لازم به ذکر است که مارتین کوبلر حمله مرگبار موشکی علیه ساکنین بی‌دفاع لیبرتی را محکوم نکرده و تنها از لفظ انفجارهای خمپاره‌ای در اطلاعیه خود استفاده کرده است. ایرانیان آزادیخواه به حضور علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه رژیم ایران در برلین اعتراض داشتند. به گزارش در این مورد توجه کنید. حضور علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه رژیم ایران در برلین در روز دوشنبه 4 فوریه 2013 برابر با 16 بهمن ماه 1391 که قرار بود به آرامی برگزار شود، به صحنه اعتراض ایرانیان آزادیخواه مبدل شد و خبر این اعتراض در رسانه‌های آلمان انعکاس یافت. در بیرون سالن به دعوت شورای ملی مقاومت ایرانیان آزاده و تنی چند از شهروندان سوری در اعتراض به حضور صالحی در آلمان از جمله شعار می‌دادند: اشعب یورید اسقاط نظام، صالحی یک تروریست است، مماشات با آخوندها را متوقف کنید. دکتر کاظم موسوی سخنگوی حزب سبزهای ایران و از فعالین بمب را متوقف کنید که توانسته بود وارد سالن سخنرانی شود، زمانی که صالحی پشت تریبون قرار گرفت با صدای بلند به اعتراض پرداخت و گفت صالحی یک قاتل است و در برابر دادگاه باید قرار بگیرد. او منکر هولوکاست است و ضد اسرائیل. من سخنگوی حزب سبزهای ایران هستم. من فعال بمب را متوقف کنید هستم. او یک قاتل است. او یک قاتل است. به در پاسخ به سوال ایراوا مبنی بر علت حضور صالحی در آلمان گفت: صالحی به این کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت شده بود، به کنفرانسی که بودجه و اعتباراتش بیشتر از طرف دستگاه دولتی و به خصوص وزارت دفاع آلمان تامین میشه. البته در دعوت و انتخاب عناصر مهمان، مؤسسات و کمپانی های بزرگ اقتصادی و صنعتی این کشور هم سهیم هستند. موضوع جلسه امسال رو که صالحی هم به خصوص تحت این عنوان دعوت کرده بودن، گفتگو درباره وضعیت بحرانی سوریه و در کشور مالی بود. در این کنفرانس کشورهای عضو ناتو، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، کانادا، آمریکا، هند، ژاپن هم شرکت داشتند. افتضاح و آبروزی بزرگی برای گردانندگان این جلسه یعنی آلمان این بود که همونطور که میدونید دعوت کردن و فرش قرمز انداختن زیر پای یکی از قاتلان اصلی مردم ایران و سوریه و در منطقه، یعنی همین صالحی بود. از طرف دیگه تبلیغاتی هم قبل از ورودش و در حین همین شکل در این جلسات شروع شده بود که صالحی رو به طور مضحک در مطبوعات و تلویزیون ها به عنوان کبوتر و ناجی صلح در مورد سوریه و در منطقه ازش اسم می بردن. مهمترین مسئله از دید برگزار کنندگان می خواستن با این دعوت از صالحی مسیر مذاکرات مستقیم اروپا با رژیم رو، یعنی جوی بایدن و صالحی رو در همینجا هموار و عملی کنن. ولی هیکن می دونیم که بعد از برگشت صالحی به ایران خود خامنه‌ای به صحنه اومد و اعلام کرد که مذاکره نمی‌کنیم چون آمریکا حسنیت نداره. دکتر موسوی قبل از ورود صالحی به آلمان، یعنی در روز 26 ژانویه 2013 در اعتراض به سفر از پیش اعلام شده صالحی به این کشور، نامه اعتراضی را انتشار داد که خود درباره محتوای آن به رادیوی ایراوا چنین گفت: در این نامه خواسته شده بود که از سفر صالحی جلوگیری به عمل بیاد و همه این نمایشات و جلسات و گفتگو با این رژیم چه در مونیخ و چه در برلین کنسل بشه، زیرا که نوشته بودم که با این کار به رژیم فرصت داده میشه، وقت هدیه میشه بهش که برنامه‌های اتمی خودش رو به پیش ببره، محققشون کنه. به حضور پذیرفتن صالحی و مقامات این رژیم در کشورهای اروپایی این رو به رژیم تلقی میکنه که اون چی که رژیم جنایتکاران ملایان
در سرکوب مردم ایران، در سرکوب اپوزیسیون و نیروهای مخالف انجام میده. اعدامش، دستگیریهاش، دست بریدناش، سنگسار زنان در ایران و یا گرفتن خبرنگاران در واقع برای ما کشورهای غربی، اروپایی و آمریکا و دیگر اصلا بیهوده است و ما هیچ توجه به اون نداریم. و در همون نامه من اشاره کرده بودم که این رژیم رژیمی است منکر هولوکست و حتی کشور همپیمان خودتون رو، کشور اسرائیل هست، قصد نابودیشو داره و به همین دلایل هم که شده شما میبایستی از پذیرش این رژیم جنایتکار خودداری کنید. به دنبال جنگ‌های درونی نظام آخوندها، طرفداران احمدی نژاد با حمله به علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم، سخنرانی وی را در قم مختل کردند. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، علی لاریجانی امروز 22 بهمن برای سخنرانی به قم رفته بود که با طرفداران احمدی نژاد که کفن پوشیده بودند و با شعارهای لاریجانی بصیرت بصیرت و خواص بی بصیرت مایه ننگ ملت سر می‌دادند مواجه شد. لاریجانی سخنرانی خود را نیمه تمام گذاشت و محل را ترک کرد. پخش شبکه‌های انگلیسی زبان رژیم ایران به نام‌های پرس تیوی و آی فیلم در شمال آمریکا متوقف شد. شبکه انگلیسی زبان آخوندها به نام پرس تیوی اعلام کرد که پخش برنامه‌های این شبکه و همچنین شبکه آی فیلم که هر دوی آنها متعلق به رژیم ایران هستند در آمریکا و کانادا متوقف شده است. شبکه پرس تیوی علت توقف برنامه‌های این دو شبکه برای کانادا و آمریکا را تصمیم شرکت خدمات ماهواره‌ای گلکسی 19 دانسته است. یک جوان سوری با لنگ کفش به احمدی نژاد حمله کرد. حمله یک جوان سوری به پاسدار احمدی نژاد در جریان سفر وی به مصر انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های عربی پیدا کرد. روزنامه از زمان نوشت دیدار احمدی نژاد از الاحزاب با لنگ کفش سوری‌های خشمگین به هم ریخت. یک سوری خشمگین در حالی که فریاد می‌کشید به او نزدیک شد و با لنگ کفشی به او حمله کرد. القدس العربی نیز نوشت وقتی احمدی نژاد قصد خروج از مسجد الحسین را داشت، یک جوان با لهجه سوری گفت شما برادرانم را کشتید. او با لنگ کفش به احمدی نژاد حمله کرد. از شرق الاوسط نیز نوشت احمدی نژاد قصد داشت از مسجد الازهر بازدید کند، اما به دنبال حمله‌ای که با لنگ کفش به او شد این بازدید را لغو کرد. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود را با ایمیل radioirawa@gmail.com و یا از طریق صفحه فیسبوک ایراوا با ما در میان بگذارید. برای دسترسی به آرشیو ایراوا نیز لطفاً به وبسایت radioirawa.com مراجعه بفرمایید. Oh,
سرود بهاران خجسته باد رو با هم شنیدیم. شعر این سروده زیبا از زنده یاد کرامت الله دانشیان هست یا بود، و این سرود فکر نمی کنم حتما همینطور از خاطرات پرشور انقلاب ضد سلطنتی 57 رو برای بسیار از هموطنان تداعی میکنه و تازه میکنه. امیدوارم که از این شعر و خاطراتی که خودتون به یاد دارید خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. مهمان امروز ایراوا آقای رضا شمس هستن. آقای شمس سلام میکنم خدمتتون و خیلی متشکرم که یک بار دیگه وقتتون رو در اختیار ایراوا گذاشتید. من هم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده ها، و از همین فرصت استفاده میکنم و قبل از هر چیز این حمله وحشیانه و بزدلانه ای که رژیم در واقع به پناهندگان ایرانی در کمپ لیبرتی انجام داده رو به شدت محکوم میکنم و امیدواریم که دیگه از این حوادث رخ نده. بله، البته صحبت شما هموطنان میدونن در رابطه با حمله موشکی دیروز هست به کمپ لیبرتی در خاک عراق، که بنا به برخی گزارشات نزدیک به 40 موشک 107 میلیمتری در این کمپ حمله شد بهش، تهاجم شد بهش و 6 نفر در این حمله کشته شدن، و بر اساس گزارشاتی که منتشر شده و اطلاعیه‌ای که شورای ملی مقاومت داده بیش از 100 نفر زخمی هستند و حال بعضی ها هم وخیم گزارش شده. آقای شمس، ما قرارمون این بود که در رابطه با انقلاب 57 صحبت کنیم و چند تا سوال رو خدمتتون مطرح کنم، ولی به دلیل همین حمله موشکی فکر کردم اشاره هم داشته باشیم به این، و دو تا سوال رو من خدمتتون مطرح می‌کنم. اول اینکه همونطور که خودتونم مستحضر هستید، خبرگزاری‌های مختلف خبر این حمله موشکی رو انعکاس دادن، ولی هیچ کدومشون از منشأ یا منبع این حمله حرفی نمیزنن. میخواستم ارزیابی شما رو در این مورد بدونم. والا علت این که شاید کمتر روی منشأ به اصطلاح بحث میشه شاید به خاطر این باشه که خیلی بدیهی هست، هرچند که به طور مشخص از اونجایی که تا به حال کسی دستگیر نشده تو این رابطه و احتمالاً هم نخواهد شد، نمیتونن مثلا بگن که چه کسی یا مثلا چه گروهی این کار رو انجام داده، ولی در لابلای اخبار به خصوص خبرگزاری هایی که مربوط به جهان عرب میشه همه اشاره دارن که غیر از رژیم ایران کسی دیگه خواهان قتل و کشتار مجاهدین لیبرتی نبوده و نیست، و به شکل غیر مستقیم همه به اصطلاح انگشت ها و انگشت های اتهام به سمت رژیم ایران به اصطلاح نشانه رفته و به درستی هم این کار شده. از جمله خود سایت باستاب که یکی از سایت های رژیم هست حتی تیتر خبر خودش نوشته بود که حمله ایران به اصطلاح کمپ منافقین یا اون چیزی که رژیم منافقین مینامه که منظورش مجاهدین خلق هست. پس اینجوری نیست که مثلا کسی مثلا انگشت اتهام رو به جایی نشانه نمیره، بلکه این موضوع بیشتر خاطر به اصطلاح پیچیدگی مسئله است به نظر من، ولی در این حال لابلای خبرها به شکل بدیهی این رو منتقل میکنن که بس کار رژیم ایران و عوامل عراقیش هست بدون شک. تلویزیون پرستیوی رژیم هم، شبکه انگلیسی رژیم به نام پرستیوی که الان هم متوقف شده پخشش در شمال آمریکا، گویا عکسی رو نشون داده و منبع و جهت حمله موشکی رو نشون داده، درست میگم؟ بله، منم این رو دیدم و این در واقع یک نقشه ای هست که نقشه منطقه‌ای هست که لیبرتی در اون واقع شده و جایی که به اصطلاح این موشک ها از اونجا شلیک شده به سمت لیبرتی رو رژیم اونجا با فلش و کشیدن بیزی و دایره در واقع توی تلویزیونش تقریبا 10 صبح، یعنی چند 4-5 ساعت بعد از حمله
توی پرس تیوی نشون داده، در حالی که هنوز حتی هیچ کدوم از مقام های عراقی هم اعلام نکرده بودن که اساساً این حمله از کدوم جهت بوده یا نقطه مشخصی که شلیک شده این موشک ها کجا بوده، ولی تلویزیون انگلیسی رژیم دقیقاً بله روی نقشه با فلش این رو نشان داده که خود این نشوننده این هست که این طراحی از قبل وجود داشته و احتمالاً این نقشه رو قبلاً در اختیار به اصطلاح اون بلنگوی رژیم قرار داده. حالا اون نیروی قدس اگه این کار رو انجام داده یا عوامل عراقیشون، از قبل اینها این به اصطلاح طرح رو در اختیار خود رسانه‌های رژیم قرار داده بودن. موضوع بعدی هاشمس در رابطه با محکومیت این حمله موشکی هست. همونطور که هموطنان هم اطلاع دارن، این حمله موشکی فکر می‌کنم به طور بی‌سابقه از طرف خیلی ها محکوم شد. خود دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی پناهندگان، عفو بین الملل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، وزارت خارجه نروژ و بسیاری از شخصیت‌ها، حقوقدانان، اونایی که چه با از سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت حمایت میکنن یا نمیکنن، حرکت رو به هر حال محکوم کردن. ولی حتی گروه ها و سازمان های ایرانی هم این حملات رو محکوم کردن و نقض حقوق پناهندگان میدونن حمله موشکی رو، اما برخی در این باره سکوت میکنن آقای شمس و حتی از انعکاس خبر هم پرهیز کردن. میخوام ببینم شما فکر میکنید سکوت در قبال حمله موشکی به لیبرتی چه معنی داره؟ قطعا همجور که شما گفتید به اصطلاح تقریبا میشه گفت که همه جهان به اصطلاح این حمله رو محکوم کرده و رسانه‌های مختلف هم حالا به همون شیوه خاص خودشون، به خصوص رسانه‌های فارسی زبون از قبیل بی بی سی و رادیو آمریکا و امثال هم که اینها معمولا یک خبر رو پخش میکنن، بعد پشتش هم چند تا به اصطلاح پاراگراف به عنوان نتیجه گیری و اینکه اینها تروریست بودن و اینکه توی عراق در اوج جنگ با صدام همکاری کردن هم میذارن توش. حالا از اون که بگذریم که اینا دقیقاً سیاسی کردن خبر هست، کلن مجبورن اینها به سایه این چیزها رو انعکاس بدن و اونهایی که سکوت میکنن در واقع علت اصلیش به نظر من کینه کوری هست که اینها دارن. شما اگر نگاه کنید مثلا توی حتی جناح بندی های رژیم، خود خبرگزاری های رژیم هم به نحوی هر کدومشون این مسئله انعکاس دادن. حتی مثلا سایت تابناک محسن رضایی اینها چند بار اینو انعکاس داده. ولی شما اگه به کلمه میرحسین موسوی رجوع کنید اتفاقا هیچ خبری اونجا نمیبینید. علتش هم نظر من این هست که اون جناح خط امامی رژیم کینه‌شون نسبت به مجاهدین بسیار شدیدتر هست، یعنی اونها خیلی علاقمندتر هستن که مجاهدین نباشن، نابود بشن. همون فتوای خمینی که به اصطلاح کلن حق حیات رو براشون قائل نیست، هنوز بر اون اساس تنظیم رابطه میکنن با مجاهدین و در واقع این نشوننده ماهیت جریان‌های مختلف هست وقتی یک چنین حادثه‌ای به وجود میاد که کجا ایستادن و چقدر به پرنسیپایی که حتی به شکل دروغین اعلام میکنن پایبند هستن یا نیستن. درسته. سوالات در این رابطه رو به پایان میبرم آقای شمس. امیدوار هستم که وضعیت هموطنانمون در لیبرتی هرچه سریعتر مشخص بشه و به خواسته اصلیشون که برگشتن به کمپ اشرف هست هرچه سریعتر برسن. و میرسیم به موضوع شیرین انقلاب آقای شمس. می‌خواستم ازتون سوال کنم برام یکم توضیح بدید که عوامل اصلی انقلاب سال 57 چی بودن اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم این عوامل رو. والا غالب محققین و به اصطلاح تاریخ نگارها این رو مطرح میکنن که اون چیزی که جرقه انقلاب 57 رو زد در واقع اصلاحاتی بود که شاه تحت فشار آمریکا از بالا میخواست انجام بده و این تا حدودی هم واقعیت داره، ولی علت اصلی نمیتونه باشه. علت اصلیش در واقع خود نظام استبدادی بود که وجود داشت، یعنی نظامی که قانون اساسی مشروطه رو زیر پا گذاشته بود و از سال 32 و بعد از کودتای 32 در واقع اومده بود و
با سرنیزه بر جامعه ایران حکم میراند، دقیقا مثل همین کاری که الان این رژیم میکنه. و شما وقتی یک جامعه ای داری که به اصطلاح با سرنیزه اون رو کنترل میکنی، یعنی استبداد برش حاکم هست، این جامعه هر لحظه ای که امکان تنفسی پیدا کنه اون نفرت و خشم خودش رو با به سیستم نشون میده. حالا اون نفرت و خشم میتونه به شکل قیام‌های کور باشه، میتونه توسط کسانی بیاد به اصطلاح موج سواری بشه و بر علیه حتی خواست خود مردم ازش استفاده بشه، و میتونه به اون نیروهای پیشرویی که بالاخره در هر حال در جوامع وجود دارن به اونها وصل بشه و در واقع به یک انقلاب واقعی و به خواستهای که مردم دارن برسه، در صورتی که پیشرو با توده مردم به اصطلاح قفل بشه حرکتش. که پس با این حساب ما میتونیم بگیم که برای هر انقلابی یک سری عوامل ذهنی وجود داره و یک سری عوامل عینی. عوامل عینیش تا اونجایی که مربوط به انقلاب 57 میشه، اصلی ترین عامل عینی وجود استبداد و دیکتاتوری بود. فرعی تریش شاید این بود که جامعه ایران بالاخره به لحاظ باسواد شدن یه درصد معینی بیشتر باسواد شده بودن، طبقه متوسط اونجا بسیار رشد بیشتری کرده بود، حداقل در شهرهای بزرگ، حداقل در شهرهای بزرگ به خصوص تهران، یک کمی به اصطلاح توی طبقاتی که هول هوش سیستم بودن و اینها به اصطلاح یک کم رفاه نسبی بر اساس درآمد هنگفت نفت که به شکل شدت با شدت از دهه 70 به بعد گرون شده بود، اینها باعث شده بود که یک رونق نسبی وجود بیاد. همه اینها میشه به عنوان عوامل مختلف ازش نام برد به عنوان عوامل عینی. و خب عدم مشروعیت دیکتاتوری در واقع علت اصلیش است. عامل ذهنی هم این هست که مثلا چقدر آگاهی و شرایط بیرونی مهیا بشه، که مثلا در رابطه با مسئله ایران ما توی خود ایران بعد از دهه 40 با جنبش‌های چریکی و مبارزات گسترده دانشجویی و به اصطلاح چنین حرکاتی مواجه بودیم و نشون میداد که پیش جامعه در پیشروان جامعه اتفاقا به اصطلاح خوب دارن مبارزه میکنن و از اون جهت تنها کمبودی که حس میشد این هست که به اصطلاح توده مردم بپیونده به این پیشگامان که با اصلاحاتی که شاه از بالا انجام داد زیر فشار آمریکا و برای کنترل جامعه اتفاقا، چون اینها من فکر میکنم احساسشون این بود که در صورتی که جامعه ایران رو به همون شکل با همون روال گذشته مشت آهنین شاهنشاه بخوان اداره کنند، این جنبش های چریکی در حال گسترده شدن هستن و میتونه یک چیزی شبیه به کوبا به وجود بیاد و برای پیشگیری از اون اومدن و به اصطلاح خودشون برای پریونشن از انقلاب اصلاح رو ارائه دادن. ولی اصلاح هم در نهایت منجر به انقلاب شد. چرا؟ چون طبیعت سیستم های دیکتاتوری هست، چون همه پل ها رو پشت خودشون خراب میکنن، حتی در لحظه‌ای که میخوان اصلاحات هم انجام بدن معمولا به سقوطشون منجر میشه و سرنگون میشن. خواسته های انقلاب کدوم بودن آقای شمس؟ خواست های انقلاب بالا در شعارها کاملا مشخص بود. خواسته محوری این بود که به اصطلاح ایران تحت سلطه آمریکا نباشه، چون از سال 32 به اصطلاح وابسته بود شاه مطلقا، و آزادی اتفاقا، یعنی آزادی سیاسی به طور مشخص که جامعه ایران 1906 یعنی 50-60 سال قبل از اون انقلاب کرده بود برای محدود کردن قدرت شاه و سیستم پارلمانی، و دوباره از 1320-1332 تجربه آزادی نیمبند، تکثرگرایی احزاب مختلف و به اصطلاح رقابت آزادی سیاسی رو تجربه کرده بود، اون رو میخواست جامعه. منتها متاسفانه با توجه به دخالت ها و شرایط عینی و سرکوب هایی که وجود داشت به اونجا منجر نشد. یعنی انقلاب اونچنان که هموطنان حامی سلطنت و به طور مشخص خانواده پهلوی میگن انقلاب 57 شورش نبود. والا در رابطه بهمن 57 من فکر میکنم توی جامعه ایران الان سه تا نظرگاه وجود داره. یکی همین هست که شما بهش اشاره کردید و اونم اینه که این کسانی که از دیکتاتوری سلطنتی باقی موندند
ادعاشون این هست که این یک شورش کور و یک در واقع قیام ضد ملی بوده که تقریبا یک اصطلاح فاجعه حساب میشه، یک فاجعه ملی بوده و در واقع هیچ گونه مسئولیتی رو هم نمیپذیرن که این که به اصطلاح بالاخره توی یک کشوری که فاجعه ملی رخ میده، معمولا آدم منطقی اول میره یخه اون کسی میگیره که قدرت در دستش بوده چون اون قدرت گذاری کرده، اون سیاست گذاری کرده. اگر توی یک جامعه یک فاجعه رخ میده، پس مقصر اصلی اون کسی است که سیاست گذاری های میکرده در اون لحظه در جامعه، و اونم کسی جز شاه نیست. یعنی حتی به همین منطق خودشون هم نهایتا شاه مقصر هست. چرا؟ چون اون سیاست گذاری هاش منجر به فاجعه شد. یه عده هستن به اصطلاح که همین حاکمین الان هستن یا آخوندا که با زدن مهر انقلاب اسلامی به اصطلاح اون حرکت عظیم مردمی، تصورشون این هست یا اینجور جا میندازن که هیچ نیروی دیگه توی جامعه ایران نبوده، یک شخصی به نام خمینی اومده و این انقلاب رو به اصطلاح پیدا کرده، درست کرده، از پایه شالودش رو ریخته و هدف انقلاب هم چیزی نبوده جز اینکه آخوند به حاکمیت برسه و قوانین شرعیش رو اجرا کنه، یعنی سلطنتی از نوع به اصطلاح سکولار که شاه باشه رو بردارن و یک سلطنت جدید مذهبی با همون مشخصات ولی با توجه به قوانین حوزه قم و قوانین شرعی به قول خودشون به اصطلاح بیان و چنین حاکمیتی رو به دست بگیرن. یعنی انقلاب رو معتقدن که انقلاب مال آخوند بوده، آخوند بناشو گذاشته و الان هم انقلاب وجود داره و به قدرت هم رسیده، یعنی یک انقلاب کاملا موفقی بوده. خب نظرگاه سوم هم این هست که این انقلاب در واقع هرچند که به ظاهر یک انقلابی هست که ناکام بوده، ولی انقلاب تمام نشده، یعنی تداوم داره. چرا؟ چون خواستهایی که در سال 57 منجر به انقلاب شد هنوز خواستهای جامعه ایران هست، جز مطالبات جامعه ایران هست، از جمله آزادی، به خصوص الان دیگه دموکراسی هم به اصطلاح به شکل خیلی همگیر جایگزین شده، جدایی مذهب از به اصطلاح دولت هم که بهش اضافه شده. این خواستهای این چیرینی در گذشته خیلی فرایی نبود و انقلاب در واقع از این نگاه سوم درسته که به اصطلاح توی یک مرحله فعلا به ظاهر به شکست و ناکامی رسیده، ولی تداوم داره. علت این که ما میگیم تداوم داره چی هست؟ این هست که اون نیروهایی که در دوره انقلاب وارد میدون شدند، مثلا جریان‌های مترقی مثل مجاهدین یا چپ‌ها و جریان‌های ارتجایی مثل خمینی و اینها بالاخره یک سری تضادهایی با هم داشتند و خمینی با قبضه کردن قدرت میخواست این تضاد را با حذف دیگران مثلا حل کنه و انقلاب را قبضه کنه و تبدیلش کنه به همون چیزی که خودشون میخوان، یعنی انقلاب برای رسیدن آخوند به حاکمیت بوده، اینو بگن. ولی این درگیری میبینی همچنان ادامه داره، یعنی خواستا تو جامعه ایران وجود داره. نیروهایی که شاخص این درگیری هستن میشه گفت تا زمانی که وجود دارن، یعنی به لحاظ فیزیکی هستند و جز نیروهای پیشرو جامعه محسوب میشن، ما میتونیم بگیم که انقلاب در حال تداوم بوده، منتها این انقلابی که در حال تداوم بوده به اصطلاح یک پایگاه سنتی ضد انقلابی که روحانیت شیعه باشه در ایران و همیشه به اصطلاح صد راه پیشرفت جامعه ایران بوده از دوران معاصر در دوران تاریخ معاصر ایران، این فعلا صد راه عمده شده ولی در حال برداشتی شدن هست و اون نیروهایی که در واقع دارن این جراحی یا این تضاد رو در جامعه ایران حل میکنن وجود دارن و مثلا شاهدشون هم همین نیروهایی مثل مجاهدین هست با همون خواستهایی که انقلاب آزادی، دموکراسی و استقلال و به اصطلاح چیزهایی که مردم ایران الان هم در پیش هستن محور مطالبات و خواستشون هست. ولی آقا شمس، من فکر میکنم به عنوان کسی که نقشی نداشته تو این انقلاب، ولی خب فکر میکنم انقلاب به هر حال به طور کامل شکست نخورده، چون به یکی از خواسته هاش رسید و اون سرنگونی حکومت شاه بود، درست میگم؟ بله، به لحاظ تاریخی شما درست میگید، به دلیل اینکه اگر نگاه کنید جدای از نهاد به اصطلاح روحانیت، یک صد صدید دیگه ای هم ما توی جامعه مون از
انقلاب مشروطه به هم داشتیم که این صد در واقع راه دموکراسی و آزادی و عدالت که مردم ایران حتی مجلس بعد از مشروطه رو عدالت خانه نامیدن، یعنی خواست عدالت یک خواست قدیمی از در جامعه ایران. برای این خواستا یک سد دیگه‌ای که وجود داشت جدا از روحانیت شیعه و ارتجاع مذهبی در واقع دربار به اصطلاح پادشاهی بود، حالا چه دربار قاجارش چه پهلوی. شما اگر نگاه کنید اون کسی که مجلس رو به توپ میبنده در وهله اول مثلا محمد علی شاه قاجار هست، ولی بعدش دوباره همین مجلس رو کسی که میاد درش رو نگهبان میذاره و نماینده ها رو مجبور میکنه بهش رأی بدن و کودتا میکنه رضاخان هست که به زور به اصطلاح میره و مجلس رو حتی طویله مینامه که درش رو میبندم اگر کسی خیلی فضولی کنه. و بعدم که سال 32 باز دیدیم که دوباره بر علیه مثلا نهاد نخست وزیری که نهاد برخواسته از انقلاب مشروطه بود مثلا دوباره شاه کودتا کرد. بله انقلاب پس حداقل به یکی از خواستهاش که نابودی نهاد سلطنت به عنوان سمبل دیکتاتوری در ایران بود رسید، ولی نهاد دوم اومد و در واقع جای اون رو گرفت که الان جامعه ایران در کشمکش کنار زدن نهاد روحانیت از حوزه قدرت سیاسی هست که از بعد از صفویه به اصطلاح این آخوندها در هر حال همیشه به اصطلاح توی قدرت سیاسی دخیل بودن، حتی زمانی که به شکل مستقیم هم دخالت نداشتن ولی به نوعی در کنار دربار بودن. آشمس، روزهای پایانی حکومت شاه برای بسیاری از ایرانیان تداعی، یعنی چیزایی رو شباهت‌های وجود داره با روزهای پایانی حکومت شاه با این روزها که حکومت آخوندها هست و بسیاری عقیده دارند که آغاز پایان حکومتشون هست. این شباهت‌ها رو شما چجوری می‌بینید؟ وجود دارن اصلا شباهت‌هایی؟ شباهت به شکل عمومی که وجود داره و اونم اینه که همون عوامل عینی که 34 سال پیش به انقلاب بر علیه شاه منجر شد، یعنی نبود آزادی، نبود استقلال، به اصطلاح تبعیض اقتصادی و طبقاتی که اون زمان هم بود الان هم شدیدتر شده، اینها زمینهای عینی بودن. و الان میبینیم که جامعه ایران با تجربه‌ای که به لحاظ سواد و اینا حتی بالاتر رفته و به اصطلاح قشر خیلی وسیعی از جامعه ایران دیگه بی سواد دیگه هم با سواد شدن مثل گذشته نیست. پس این شرایط عینی وجود داره، ولی اون چیزی که الان به اصطلاح تقریبا میشه گفت که یک حلقه مفقوده هست اینه که اون نیروی پیشرو که ما به اصطلاح میبینیم در همه جوامع هست باید قفل بشه به بدنه اجتماعی و تمام تلاش رژیم، حالا هر دو جناح رژیم، چه جناح مغلوب که موسوی و امثال هم رهبرشونن و چه جناح غالب که خامنه ای هست، اینها اتفاقا حتی با کمک رسانه‌های خارجی و خط استراتژیک مماشاتی که غرب در قبال اینها داشته تا به حال سعی کردن که این پیوند برقرار نشه. وگرنه این زمان شاه هم شرایط عینی وجود داره برای سرنگونی و انقلاب و هم شرایط نیروی پیشرو وجود داره، حتی بهتر هم وجود داره از زمان شاه، چون الان مثلا چیز زمان شاه چیزی به نام ارتش آزادی بخش با این حجم چندین هزار نفره وجود نداشت، منتهی مثلا چند صد چریک و اینها وجود داشتن و به همچنین جریانات سیاسی و مثلا نیروهای منطقه‌ای در گذشته اصلا وجود نداشته، مثلا توی کردستان توی اقوام مختلف. پس شرایط تنها حلقه مفقوده این هست که این نیروی بین‌المللی که میترسه از تغییر در ایران که مردم بیان توی خیابون و قدرت به دست مردم و نیروهایی که اونها نمیخوان بیفته که عمدتا نیروهای مثل مجاهدین هستن، از سال 57 هم این سیاست رو داشتن، به همین دلیل هم خمینی رو جلو انداختن توی رسانه‌هاشون. به اصطلاح به علاوه خود رژیم و جناح‌بندی‌های مختلفش سعی میکنن که این حلقه وصل نشه، ولی چنین به نظر میاد که دیگه این مراحل پایانی به اصطلاح کنترل و در واقع مهار مردم ایران هست. و سوال آخر و اساسی با توجه به وقتی که وقت خیلی کمی که باقی مونده، معذرت میخوام ولی باید بهش بپردازیم، آیا انقلاب 57 تکرار خواهد شد؟ والا این سوال سختی است. هیچ چیزی در تاریخ
او عین اون تکرار نخواهد شد. اتفاقا یکی از مباحث همینه که آیا ما توی ذهنمونی این هست که دوباره یک چیزی مثل 57 مردم میریزن توی خیابون، عین اون موقع شورش میشه، انقلاب میشه و بعد رژیم سرنگون میشه. من الزاما فکر نمی کنم چنین حادثه‌ای پیش بیاد، به دلیل اینکه به اصطلاح شرایط عوض شده، ولی در این حال ما نمیدونیم واقعا. ولی اگر انتظار داشته باشیم که انقلاب فقط در یک چنان شکلی به اصطلاح حادث میشه، من فکر میکنم این بیشتر تمایل ذهنی خود ما هست که ما بر اساس تجربه های گذشتمون میایم آینده رو پیش بینی میکنیم. در نتیجه ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم، ولی هر چیزی امکان داره. به امید پیروزی مردم ایران. به همچنین به امید پیروزی مردم. متشکرم از وقتتون آقای شمس. خواهش میکنم. گفتگوی ایراوا با آقای رضا شمس رو شنیدید. برای شنیدن این مصاحبه و مصاحبه‌های دیگر ایراوا لطفاً به وبسایت radioirawa.com مراجعه بفرمایید. این دیو زبونه، نه به اون شیخی که دزده، نه به اون دزدی که بازی، بکوبیم پتکو دوباره دیگه شد آخر بازی. اگه شب میشه بمونه بکشه خط و نشونه، پس بیان با هم داد بزنیم، نه به این دیو زبونه. حالا بیشتر باز بیشتر دلمون باید یکی بشه، تا که شب بشه خاکستر دلمون باید یکی بشه، باشه یک سر کن کارو، حالا دیگه وقت وقتشه، تا بسازیم فردا رو، حالا دیگه وقت وقتشه. دنیای ما دنیای آفتاب و گل و نوره، تاریکی و سور و غم از دلای ما دوره، تو دستا تنها شمشیر تیز بد با خیزه، جای هر کی دشمن خوشینه توی گور. نه به اون دوستی که بازی، بکوبیم پتکو دوباره دیگه شد آخر بازی. مگه شب میشه بمونه بکشه خط و نشونه، پس بیان با هم داد بزنیم، نه به این دیو زمونه. تا که شب بشه خاکستر دلمون باید یکی بشه، باشه یک سر کن. بخش فارسی ایراوا در همینجا به پایان رسید. متشکرم از همراهیتون. تا چند لحظه دیگه توجه شما رو به بخش انگلیسی رادیو ایراوا جلب میکنم. Good afternoon, my name is Nargis and this is Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM. Today is February 10, 2013 and here is the news. According to National Council of Resistance of Iran's statement, Camp Liberty came under missile and mortar attack yesterday morning, February 9 at 5:45 a.m. local time. As a result, 6 residents, including a woman, were killed and more than 100 wounded. Some of the wounded are in serious condition and the number of dead might increase due to lack of medical assistance and ambulance to move the wounded. The power generator of the Iraqi clinic at Liberty was hit and clinic has become useless.
A year ago, 3,100 residents of Camp Ashraf were forcibly moved by the Iraqi government to Camp Liberty, which is only half a square kilometer and is 80 times smaller than Ashraf Camp. There are no shelters and protections at this camp, and the residents are in trailers that are crammed next to each other. The residents, their representatives and lawyers on Thursday and Friday before the attack warned about another massacre by the Iranian regime and Iraqi forces and similar to deadly attacks in 2009 and 2011, and urged the UN Secretary General and the US authorities to return to Ashraf that has buildings made from cement and contains shelters. Maryam Rajavi, the president-elect of the NCRI, has urged Barack Obama and Ban Ki-moon to return the residents to Camp Ashraf. The six people who were killed in the attack are followed: Puran Najafi, Yahya Nazari, Akbar Azizi, Mustafa Khosravi, Mehdi Abedi, and Hadi Shafi'i. The international condemnation of the attack is pouring in. Ban Ki-moon, the head of UN, UN High Commissioner of Refugees, Victoria Nolan, a spokeswoman of the US State Department, Catherine Ashton, the head of EU Foreign Policy, Foreign Minister of Norway, Amnesty International, Vice President of Iraq, and Iranian organizations and parties condemned the missile attack on unarmed Liberty residents. The Liberty residents staged a protest yesterday at the camp demanding to be returned to Camp Ashraf, where they had lived for 26 years. The National Council of Resistance of Iran has refused to enter a dialogue with Martin Kobler and has asked UN Secretary General Ban Ki-moon to appoint someone else as his representative. Martin Kobler has refused to visit the Liberty due to security reasons. According to NCRI's statement on the afternoon of Saturday, February 9th, Martin Kobler made himself present in the office of the UN High Commission, about 2 kilometers away from Camp Liberty, and asked the representatives of the residents to come and visit him there. He failed to show any willingness to see the destruction of the camp, the dead and the injured after the fatal attack. The camp representatives insisted that Martin Kobler should come and see for himself what the attack has done to the camp and its residents. He denied to do so due to vague security reasons. Kobler was guarded by armed men and did not even spend 30 minutes in Liberty to observe the destruction. NCRI added the past 15 years of meetings and negotiations with Kobler has resulted in more restriction and suppression on the residents of Camp Ashraf and Liberty, and the continuation of such meetings is fruitless. The Iranian resistance demands the UN Secretary General to assign a new neutral representative replacing Martin Kobler. According to this statement, Martin Kobler failed to even verbally denounce the attack. In a statement, he just referred to mortal explosions inside Camp Liberty. Such vague and unusual reference to the launch of more than 40 rockets is an excuse to hide the vicious intentions of the Iranian and Iraqi governments, the NCRI statement adds. In another statement on February 9th, NCRI announced, according to the obtained information, 60 more missiles have been found near Camp Liberty, ready to be fired at the camp. Iraqi security forces, too, have observed these missiles at 10 a.m. local time. Concurrently, several vehicles carrying Iraqi anti-riot police forces have entered Camp Liberty at the order of al-Maliki. These fully armed and equipped forces have lined up against the residents. Iranian resistance urges the U.S. and U.N. officials to inspect the 60 missiles which are ready to be fired. It also urges for immediate removal of the police forces and anti-riot forces from inside Camp Liberty to outside the walls. The Iranian regime, in fear of protest movements, have resorted extensive measures to heat up the sham rallies of February 10th, the anniversary of the 1979 revolution. According to NCRI, February 7, scores of plainclothes agents were deployed around the city. These agents appeared in different clothes and occupations to pretend normalcy. A high number of regime intelligence agents in bazaar, pedestrian bridges, and other parts of the city were engaged in spying and controlling the movements of people in these areas. A lot of control cameras had been secretly installed in various areas, including among the flags in parks and streets around the city, in order to control any kind of movements by the people. People showed cameras to each other and tease about the repressive measures of the regime. In Azadi Square in Tehran, from 9 p.m. on Saturday, February 9th, until the end of the rallies, a crew was in place, and in many other streets, restriction of movement applied.
employers and factory owners have been given a quota for the forced participation of their workers in the demonstrations. Employees in Isfahan and Charmahal Bakhtiari provinces were threatened that if they do not participate in marches, they would be reprimanded in writing and they would be deemed absent for 5 days. All the schools in the country have been given a quota for participating in the demonstrations, and students have been threatened that if they do not participate, their discipline grades would be lowered. In some schools, including in Semnan, classes have been closed for preparation for the march. Taxi owners have been forced to install bars on the rear of their cars to hold the regime's flag that is known as a scorpion flag among the people. NCRI's statement added, nevertheless, the regime intends to fill the main routes of the march in Tehran with the military and police forces that would be transferred to Tehran from different cities. The Basij has instructed each city's Basiji quota and the number of buses that they would have to dispatch to Tehran. In the instructions, the location of each city's Basiji in Tehran's march has been identified. Those Basijis who bring more people than their quota will receive remunerations. For news and more, please visit radioirawa.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. Today is the 34th anniversary of overthrown of Shah's regime and victory of anti-monarchical revolution in Iran. On February 11, 1979, the anti-dictatorial revolution of the Iranian people succeeded to overthrow the Shah's regime. On February 10th and 11th of 1979, following the uprising in the main garrison of the Air Force headquarters, this garrison and others were taken by the people. The weapons were distributed among the people, and the uprising spread all over Tehran. Other military bases and garrisons were captured by the people, and finally the regime of Shah collapsed and was overthrown. Khomeini, who had just arrived from Paris and had paid no price for the revolution, hijacked its leadership, which was the outcome of many years of struggle against Shah's dictatorship by the progressive groups such as PMOI and Chirikai Fadai, who had sacrificed their lives and endeavors to acquire freedom and democracy. The spirit of revolution still is alive and present in Iran, and the Iranians are determined to overthrow the dictatorship of mullahs from Iran once again, and this time they are ready to replace it with democracy. That's it for this edition of Radio Irawa. Thank you very much for being with us on this Sunday afternoon. Tune in to Irawa next Sunday at 3 p.m. on 89.1 FM, chuo.fm, or radioirawa.com. Till next week, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. ما از برای کشته شدن زنده می شویم، ما کشته می شویم، ما زنده می شویم، ما از برای کشته شدن زنده می Thank you.
غفلت سزای کیست، غفلت سزای کیست، آیین تازه ای نبود مرگ، ما زنده ای، ما زنده ای. بوی خون بیقرار در با گذشت، ای کاش دیدمان حسن، ای کاش خون رگان خود را من قطره دندان ملتی روی جگر، دندان ملتی روی جگر، ما از برای کشته شدن زنده می شویم، ما کشته می شویم، زنده می شویم، ما از برای کشته شدن زنده می شویم. چی بخون غرق بخون، غرق بخون باش، تنها در این قفس خونی عاشق ماندن من آنارد، من آنارد. ما کشته می شویم، ما از برای کشته شدن زنده می شویم، ما کشته می شویم، ما زنده می شویم، ما از برای کشته شدن زنده می شویم. چیه